اسکار امسال کم و بیش طبق پیش بینی ها آغاز شد. ستاره های خرامان بر فرش قرمز و سخنرانی های شوخ و گاه شورانگیز بر صحنه. ولی هر چه گذشت مراسم پیشتر رفت، شگفت انگیز تر شد. آیا 92مین اسکار آغاز تازه ای برای این پرهیاهوترین جایزه سینماست؟ سلام به فرش قرمز ویژه اسکار 2020 خوش اومدین. من گلنوش گلشنی هستم و همراه هم اینجا در استودیو حسین شریف نشسته تا پس از یک شب بیخوابی با هم درباره اسکاری صحبت کنیم که گرچه پیش از مراسم انتقادهایی برانگیخت و در طول شب هم افت و خیز داشت، اما در مهمترین جایزه شب اسکار بهترین فیلم تاریخ ساز شد. اول ببینیم چه فیلم‌هایی بر سر جایزه بزرگ رقابت می‌کردند. نامزد اسکار بهترین فیلم اینها بودند: فورد در برابر فراری، ایرلندی، جوجو خرگوش، جوکر، زنان کوچک، داستان ازدواج، 1917، روزی روزگاری در هالیوود و انگل. و در نهایت اسکار بهترین فیلم رسید به انگل. نون این جون شیلیگورو وی میدین من تاروجینیا اش شوگله چون ایگه ویجونا بونجه라고 생각하지 않아요. 참으로 시적절하다. 부자들이 원래 참 잘 속아. 성인은 완전 예술가 체질인데. 침팬지를 그린 거죠? 자화상이에요. 역시. 그동안 미술쌤도 여러 명 바꿔가면서 해봤는데요. 제가 사람 하나 휙 하고 떠올랐는데. 아 잠깐. 제시카 외동딸 일리노이 시카고. 과 선배는 김진모, 그는 이사촌. حسین، جایزه بهترین فیلم چهارمین اسکار فیلم انگلی شب از نقطه اوج شگفتی هایی بود که آفرید. اول جایزه اسکار بهترین فیلم بین المللی رو برد که انتظار می رفت، بعدش جایزه اسکار بهترین فیلم نامه اوریجینال، بعد بهترین کارگردانی و در نهایت بهترین فیلم. به بیخوابی هاش می ارزید نه؟ به بیخوابی هاش که می ارزید، البته پیش پیش اسخای بکنم برام هم زنده سگی وقتی بر سر بیخوابی و اینا من تو پخ زدم و اینا. ولی خیلی هم بیدار موندن البته سخت نیست، به خاطر اینکه واقعا یک شب تاریخی بود. یعنی همینجوری چپ و راست رکورد شکسته میشد. برای اولین بار بود که از 1954 به این طرف، موقعی که شب که والت دیزنی 4 تا اسکار رو در یک شب برده بود، بومشونو در یک شب 4 اسکار رو برد و کره جنوبی اصلا هیچ اسکاری نداشت قبل از اینکه شب شروع بشه با 4 تا اسکار شب تموم کرد. اینا همه مهمه، ولی هیچ کدوم با این اندازه مهم نیستش که یک صد، یک سقف، یک محدودیت توهین‌آمیز بعد از 100 سال، بعد از یک قرن شکست. و اون همین بود که برای اولین بار در تاریخ 92 ساله اسکار یک فیلم که به زبانی غیر از زبان انگلیسی بود برنده بهترین فیلم شد، برنده اسکار بهترین فیلم شد. تو وقتی که به یک قرن گذشته نگاه می‌کنی، همیشه هر جا که میری آمازون پرایم، میری نتفلیکس، میری مغازه دی وی دی بخری، همه فیلم‌های هالیوودی همه جوری گرفتن و اون ته اون گوشه معمولاً یه دونه ردیف هست، یه قفسه هست که بالاش نوشته بقیه جهان، بقیه جهان، ورلد سینما، سینمای جهان، یک زندان، یک قفس، یک تبعیدگاه که یه سری از بهترین فیلمسازای دنیا همیشه تبعید میشن به اونجا، از کوروساوا، اوزو، تروفو، فلینی، دسیکا، همه این آدما هیچ وقت حق اینو نداشتن که بیان و اسکار بهترین فیلمو ببرن. دیشب برای اولین بار یک نابغه، یه نفر از این تبعیدیا، یه نفر از این زندانیا تونست این محاصره رو بشکونه، از این زندان، از این تبعیدگاه بپره بیاد بیرون و پرچمش رو، پرچم زبان بین المللی سینما رو که هیچ برچسب نژادی و قومی و کشوری رو نمیشه بهش زد رو بکوبه توی هالیوود. به نظر سراغاز تغییره؟
ببین همچنان مقاومت‌های سیستماتیک، تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی همچنان وجود خواهد داشت. همیشه یه شبه عوض نمیشه، ولی یک اتفاق خیلی مهم افتاد دیشب، اون اینکه برای چند روز دیگه برلیناله و بعد از اون در کن، وقتی که این پخش کننده ها میشینن و با کارگردانای جوان سر فیلماشون صحبت میکنن، همه دارن دنبال یک بونجون های دیگه میگردن. برای اولین بار فیلمسازی که زبانش زبان انگلیسی نیست، تا پیش از این همیشه یک سقف محدود داشت، یه سری فروش محدود داری، هیچ وقت اسکار بهترین فیلمت نمیرسه. برای اولین بار ولی اون سقف شکسته. ممکنه که حالا دوباره تا چند سال برگردیم به حالت قبلی، ولی همه یادشون میاد که این اتفاق قبلا فوریه 2020 یه بار افتاده و اگه قبلا افتاده دوباره ممکنه بیفته. درباره فیلم میخوایم حرف بزنیم، ولی قبل از اون یک تیکه از فیلم رو ببینیم.뭐 서류 이런 건 필요 없고요. 어차피 민혁쌤 소개로 오신 거니까. 잘 아시겠지만 민혁쌤이 사실 인간 자체가 워낙에 브릴리언트하잖아요. 저나 다혜나 만족도가 높았거든. 다혜 성적하고는 별개로. 뭔 얘기인지 아시죠? 예. 아, 진짜 너무 좋았어. 그래서 솔직히 저나 다혜는 내년 수능 때까지 민혁쌤하고 계속 쭉 가고 싶었어요. 민혁쌤이 갑자기 유학을 간다니까 이건 뭐. 아무튼 그래서 좀 실례지만 솔직하게 말씀을 드리면 제 입장에서는 그쪽이 민혁쌤 같은 어떤 레벨이 아니라면 뭐 굳이 무슨 의미가 있나 뭐 이런. 그래서 뭐 결국 이 얘기하려고 한 건데 오늘 첫 수업 제가 참관을 좀 해도 될까요? 풀타임으로 한번 보고 싶어서. 수업 어떻게 하시는지. Is it okay with you? خوبه برای صحبت از فیلم در مورد از اسمش شروع کنیم. انگل. انگل داستان خانواده فرودستیه که در سئول در یک آپارتمان زیرزمینی زندگی میکنن. سهمشون از جهان یک نیمه پنجره که به یک خیابونی باز میشه که شبها مردهای مست روبروش ادرار میکنن و اینها به ترفندی راهشون به خانواده مرفه باز میشه و شروع میکنن از اینها منتفع شدن. و چیزی نمیگذره که ما میبینیم که انگار فیلم داره از ما میپرسه که کدوم یکی از اینا انگلن و در واقع کی داره از کی تقصیر میکنه، اصلا ساختاری که انگل به وجود آورده چیه. دلیل موفقیت فیلم رو میدونم سخت توضیح بده، چطور میشه توضیح داد؟ این انگل همه یه چیزاییه که هالیوود تمام این سالا میخواسته باشه و خیلی نبوده این چند وقته. یعنی یک فیلم مفرح و اوریجینال که نه دنباله است نه بخشی از یک فرانچایز بی پایان و درباره یک اهریمن قابل لمس ملموسی که قشنگ من و تو هر روز در زندگی واقعی داریم باهاش سر کله میزنیم. برخلاف فیلمای مثل جوکر و عمده این فیلمای مارول که اهریمنشون یک موجود مبهم، یک کیسه بوکس خیلی تخیلیه که فقط اونجاست برای اینکه قهرمان یک چیز داشته باشه که بتونه علیهش مش بزنه، اینجا یک فیلم دقیقاً فیلمی که سالهاست آمریکایی‌ها دوست داشتن بسازن و نساختن، فیلمی تند و تیز درباره اختلاف طبقاتی و نابرابری. و نکته جالب اینجاستش که به شدت فیلم محلیه، یعنی از اون غذای چاپاگوری که توی خود یک سکانس خیلی هیجان انگیز توی فیلم اینا می‌سازن تا این آدمایی که توی هفت بیسمنت نیمه زیرزمین زندگی می‌کنن که خیلی رایج فقرا کسی که پول ندارن تو خونه‌های شبیه اون توی کره زندگی می‌کنن، تا اون همونی که توی تریلر هم دیدین، اون جایی که وقتی می‌خواد حفظ بکنه
موقعشو میگه جسیکا اونلی چایلد ایلینوی شیکاگو، که ملودیش بر اساس ملودیه که واقعا بچه‌ها توی کره وقتی میخوان چیزی حفظ بکنن تو مدرسه استفاده میکنن، و خودش بر اساس یک آواز میهن پرستانه درباره جزایر دکتو. همه اینا همه تار و پود فیلم، بافت فیلم واقعا کره‌ایه. ولی و این نکته که خیلی جالب بود برای خود بونگ جون هو، میگفتش که من فیلمو برای مخاطب کره جنوبی ساختم، بعد رفتم دیدم تو آمریکا داره میفروشه، رفتم دیدم توی بریتانیا داره میفروشه، توی همه جای دنیا موفقه، و فهمیدم که به خاطر اینکه همه ما اهل یک کشوریم، کشور سرمایه‌داری، و برای ارتباط با مردم کشور سرمایه‌داری بونگ جون هو از زبان ژانر استفاده میکنه. تو مسابقه اختصاصی که باهاش درکن داشتم دقیقاً همین ازش پرسیدم. Your films from afar look like genre movies, you know, The Host, monster movie, Memories of Murder, Murder Mystery, but then you sit down to watch them and say, wow, what the hell did just happen? You just totally go a separate direction. What is it with you and genre movies? 뭐 이상한 장르 영화를 만드는 건 사실이죠. 근데 그 그거를 사실 의식하고 내가 장르를 내가 뭐 가지고 유희를 갖고 놀아야겠다 또는 뭐 장르를 섞어야겠다라고 의식하진 않거든요. 그냥 제가 사랑하는 캐릭터랑 스토리를 따라서 막 그냥 달려가는 건데, 한 100m를 달려와서 저도 뒤를 결승점에서 이렇게 뒤를 돌아보면 제가 뛰어온 궤적이 이렇게 이상하게 되어 있는 거죠. 저도 사실 별 의식은 못 해요. The film is about a family that is living in a semi-basement in Seoul. And if you think about it, you've always had this fascination with inequality, injustice, the people of the underground that want to come up and rise. In the Snowpiercer you have that, in Mother in a way you have that, the family in The Host in a way are the people of the underground. Why is it that you keep making films about inequality? 뭐 한국 감독들 전체로 일반화시킬 수 있을지 모르겠어요. 근데 모르겠어요. 저나 박 감독님이 둘 다 그런 면이 있는 건 사실인 것 같아. 예, 둘 다 변태인 거지. 근데 그 뭐랄까, 특히 저 같은 경우는 공포감이 많은 편이에요. 불안과 공포감이 많은 편이라 그런 쪽 감정을 잘 다루는데, 특히 그 사회나 세상에 대한 불안감이나 공포가 많이 있죠. 그러니까 이게 뭔가 나아질 것 같지 않다, 또는 이 세상이 나빠져서 나도 그 구덩이로 빠져들면 어떡하나라는 불안감, 그걸 되게 잘 표현할 수 있는 자신이 있기 때문에 더 그런 쪽의 느낌에 집착하게 되는 것 같아요. As you just said, it is a hard-hitting social satire. But at the same time, what for me set it apart from all the other films here at Cannes was how you never take yourself seriously and you never take your audience for granted. There is always a scene, a twist, a surprise around the corner to keep them engaged, as if you're looking and staring at the audience and you don't want them to take their eyes off the damn screen even for a second. Not every other director here at Cannes makes movies like that. Why do you? 아니 뭐 정색을 하고 이렇게 시리어스하게 메시지를 얘기하는 것도 뭐 그것도 나쁜 방법은 아니죠. 근데 제 개인적으로는 취향상 그렇게 도저히 그런 방식은 견뎌낼 수가 없어요. 오히려 막 웃고 떠드는 가운데, 또는 비실비실 웃음이 새어 나오는 가운데 이제 뒷주머니에 이렇게 비수가 숨겨져 있는 그걸로 이렇게 칼로 휙 베일 것 같은 느낌. Interestingly, this is the first time that you have a full family in your film. If you think about it, in Mother, you didn't have a father. In The Host, there is no mother. But here, you actually have a family of four. You have two families of four, and they go to war. Multiple이라는 그 단어를 쓰면은 이제 뭐 스포일링 안 하면서 감출 수 있을 것 같은데, 그 많은 가족들이 나오는데 그 맞아요. 처음으로 한번 이렇게 다뤄보고 싶었어요. 그 마더에서는 뭐 아버지가 없는 가정이고, 호스트 괴물에서는 또 이제 두 세대에 걸쳐 엄마가 없죠. 근데 오히려 이것은 완벽하게 갖춰준 전형적인 4인 가족인데, 부자 가난한 양쪽 다 4인 가족인데 그 대비를 통해서 오히려 그들의 차이, 계급적인 차이를 이제 강조하기 위한 방법이었죠. احساسات بونگ جون هو موقع گرفتن جایزه هاش واقعا تماشایی بود دیشب. هر بار که از پله ها بالا رفت انگار منقلب تر شد. دیگه جایزه آخر رو که داشت میگرفت، موقع ترجمه مترجم یه فکرهایی با خودش میکرد، احساس میکردی داره مسیری که اومده رو مرور میکنه. و مسیری که اومده مسیر پرپیچ و خمی بوده در سینمای انگلیسی زبان، به درهای بسته و بالاخره بدشانسی کم نخورده بود قبل از این.
دقیقاً و در خود کره هم بالاخره چند سال پیش توی کره پارگون ها رئیس جمهور بود و بونگ جون هو در داخل لیست سیاه اون موقع مخفی بود، البته علنی نشده بود، در لیست سیاهی که دولت دستوراستی پارگون ها تهیه کرده بود از فیلمسازهای منتقد کره ای. و خب الان البته پارگون ها در خانه آبی کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی خبری از پارگون ها نیست، او به زندان رفت. از این طرف بونگ جون هو ولی البته رسیده به قله اسکار و رئیس جمهور فعلی کره جنوبی اعلام کرد که ما یک سرمایه‌گذاری 6.5 تریلیون وانی خواهیم کرد در بخش فرهنگی به خاطر و استناد کرد با توجیه کرد این سرمایه گذاری رو به خاطر موفقیت فیلمی مثل پاراسایت. خیلی مسیر طولانی و جالب داشته، با فیلم اولین فیلم بلندی که ساخت The Barking Dogs Never Bite سگ‌های واقواقو هرگز گاز نمیگیرند که به شدت در گیشه شکست خورد و بعد از اون سه تا فیلم بلند ساخت که یکی از دیگری شاهکارترن، یعنی خاطرات یک قتل، میزبان و مادر، که اولی و سومی خاطرات یک قتل و مادر هر کدومشون اگه اسکار بهترین فیلم بردن من هیچ شکایتی نداشتم. و مادر داستان این یک روی تندخو و بعضا حتی خونخوار عشق مادری و خاطرات که قرار که بر اساس یک سری قتل‌های زنجیره‌ای واقعی در کره جنوبی درست شده بود و به عنوان فیلم جنایی شروع میشه ولی به سرعت تبدیل میشه به یک بیانیه تند علیه مردسالاری و حکومت در کره جنوبی. همه اون فیلم‌ها به همراه میزبان نمونه کامل فیلمسازی هستند که داره یاد میگیره چجوری تماشاگر رو با خودش همراه بکنه، چطوری از قواعد ژانر استفاده بکنه که تماشاگر رو بکشه داخل دنیای خودش، در عین حال به غرایز عجیب و غریب خودش و به اون قصه های شخصی و محلی خودش هم خیانت نکنه. میدونم که بیشتر جایزه ها رو و توجه ها رو انگل به خودش اختصاص داد ولی چند جایزه مهم دیگه هم هست که می‌خوایم درباره صحبت بکنیم. برنامه رو با اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی ادامه میدیم. نامزدهای اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی اینها بودند: استیون زیلین برای ایرلندی، تایکا وایتیتی برای جوجو خرگوش، تات فیلیپس و اسکات سیلور برای جوکر، گریتا گرویک برای زنان کوچک و انتونی مک‌کارتن برای دو پاپ. به نظر همچنان میتونیم اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی رسید به جوجو خرگوش نوشته تایکا وایتیتی. He's not so Jojo. You're a top man. Prepare to leave the house. Today you boys will be involved in such activities as war games, ambush techniques, and blowing stuff up. I don't think I can do this. Was? Of course you can. When I was your age, I had an imaginary friend. Got me in so much trouble. Kids, it's time to burn some books. Yeah. You're growing up too fast. 10-year-olds shouldn't be celebrating war and talking politics. Hi, Hitler. I wish more of our young boys had your blind fanaticism. Did you know Jews can read each other's minds? But how would you know if you saw one? They could look just like us. Hi. Ah! جوجو خرگوش روایت کمدی از آلمان دوران نازی و پسر بچه 19 ساله‌ای که به رایش سوم علاقه‌منده هیتلر در این فیلم یک مرد لوس و نونوره که دوست خیالی پسرکه. روایت طنز و کمدی از دوران آلمان نازی کم نداریم، از دیکتاتور بزرگ چارلی چاپلین بگیر تا به امروز. ویژگی این فیلم و این داستان، این روایت که اینقدر مورد توجه قرار گرفت چه بود؟ یه مقدار حالا خیلی هم اختلاف برانگیز بود، یعنی راستش بخوای واقعا یه سری واقعا آدما باش رابطه عشق و نفرت داشتن، یه سری آدم به شدت طرفدارش بودن دقیقاً به خاطر اینکه داره با از نفرت و از نژاد پرستی و از گروهی مثل نازی ها سعی میکنه با شیوه طنز باهاشون برخورد کنه و قصه رو روایت بکنه. از طرف دیگه یه سری منتقد دیگه بودن که معتقد بودن که فیلم نمیتونه تعادل برقرار بکنه، اگرچه به نظر میرسه نیت خوبی داره، ولی نمیتونه تعادل برقرار بکنه بین شدت وحشتناکی و اون وحشیگری که نازی‌ها در حق غیر نظامیان و بیگناه و آدم‌هایی انجام میدادن و طنزی که فیلم داره، سم زبان طنز و خیلی زبان ساده که فیلم میتونه داشته باشه، اینکه تصمیم میگیره خیلی جاها خیلی از خشونت‌ها رو نشون نده و اینکه حتی یکی دو تا کاراکتر نازی هستن که تاش به نظر میرسه جلوه مثبتی دارن توی فیلم. خود به حقیقت به عنوان یک
اسکاری که این مقدار با تأخیر داده بشه به این کارگردان، فیلم‌های قبلیش The Hunt for Wilder People واقعا فیلم فوق‌العاده‌ایه و از اون جهت شاید آدم بتونه ته دلش برای خودش توجیه بکنه. من شخصا ولی فکر می‌کردم که حق گرتا گروگ خورده شد، یعنی یه فیلمی مثل زنان کوچک واقعا اقتباس هوشمندانه‌ای بود. اینکه و من تازه خیلی هم گارد داشتم، یعنی بعد اعتراف بکنم موقعی که تریلر فیلمو تماشا می‌کردم استرالیا در آتش بود، جنگ، آتش سوزی، گرمایش کره زمین، و من داشتم به فکر می‌کردم که یک همچین داستان خیلی مثبت و قدیمی مثلا واقعا، ولی خیلی با هوشمندی و با فلش‌بک‌های ساده تونست اقتباس خیلی هوشمندانه‌ای دقیقاً توی زنان کوچک انجام بده. ولی خب هالیوود ریپورتر یه گزارش انجام داده بود با یکی از اعضای آکادمی به صورت ناشناس محاسبه کرد، مصاحبه کرده بود قبل از اینکه جوایز اعلام بشه، و اونا شکایت کرده بودن که این فلش‌بک‌ها باعث شده بود که ما گیج بشیم. با یه همچین رای دهنده هایی آره باید خرگوش رسید. تو رو خیلی راضی نکرد. بحث رو بعد با برنده های دیگه ادامه بدیم، فرصت چندانی نداریم. اسکار امسال هر چقدر در جایزه بهترین فیلم و کارگردان و فیلمنامه غافلگیر کننده پیشرفت، در جایزه های دیگر مثلا بازیگری کم و پیش طبق پیشبینی ها بود. جایزه بهترین بازیگر زن رسید به رن زلوگر برای بازی در نقش جودی گارلند، خواننده و هنرمند آمریکایی. لورا درن جایزه بهترین بازیگر مکمل زن رو برای نقشش به عنوان وکیل در داستان ازدواج برد. براد پیت بالاخره اولین اسکارش رو برد برای بهترین بازیگر مکمل مرد در فیلم روزی روزگاری در هالیوود. و واکین فینیکس هم برای بازی درخشانش در نقش جوکر جایزه بهترین بازیگر مرد رو بود. حسین، انتقادهای زیادی بود حالا به گریتا گربیگ اشاره کردی که اسکار امسال به اندازه کافی تنوع نداشت اونقدری که در فیلم‌ها و در مخاطبان تنوع هست. این انتقاد مثلا بر همین بخش بازیگران هم صادق بود. آره من حتی آره یعنی حتی با از زاویه تنوع هم نمیخوام وارد بشم، فقط به عنوان خیلی مسئله ساده کیفیت، یعنی یه چیزی یک حلقه و حالا دارن سعی میکنن یه در از آکادمی بیرون بکنن، یه سری آدم جدیدتر بیارن. این یک دستی عمدتا مردان سفیدپوست که همیشه سلطنت میکردن در این آکادمی یواش یواش کمتر بشه، ولی همچنان این اتفاق به تدریج خواهد افتاد و فعلا در این وضعیتی که هستیم یک گروهی مثل گروه بازیگر نقش اول زن، واقعا رن زلوگر، من حالا هم سعی میکنم که قشنگ آرامش خودم حفظ کنم، ولی دیوید اریچ منتقد این دیوایر نتونست خونسردی خودش رو حفظ بکنه وسط مراسم، یه بار که میگفتش که بند بایوپیکس، همه این بیوگرافی ها، همه این فیلم های زندگی نامه رو بیان تعطیل بکنیم، به خاطر اینکه آکادمی جوگیر میشه و نمیتونه جلوی خودش رو بگیره. فیلمی که نه منتقدا تحویلش گرفتن درست حسابی، نه فروش درست حسابی کرد، خیلی از شهرهای آمریکا اصلا اکران نشد، مردم باش ارتباط برقرار نکردن. قول میدم بهت پارسال کسی یادش نمیاد این فیلم راجع به چی بود، اسمش یعنی از شکسپیر عاشق بدتر. و آدمی مثل رن زلوگر که همچنان در نقش جودی گارلند داره این بریجت جونز بازی میکنه و واقعا همه اینا رو میذاری کنار هم، ولی فیلم تاریخیه، بایوگرافیه، درباره یک هنرپیشه هالیوودیه و هالیوود عاشق هالیووده. بیان یه دونه اسکار دیگه بدیم بهش. در سالی که یه آدمایی مثل لوپیتا نیونگو، یه آدمایی مثل دنیل کلویا بازی، چطور ممکنه تو کوین انسلین رو تماشا بکنی؟ اون سکانسی که دنیل کلویا داره به سمت دوربین راه میره انتهای فیلم رو ببینی و مو رو تنت سیخ نشه و این آدمو نامزد نکنی. اینا مسیرایی ان که همه خب دیدی همه کسایی هم که میمدن روی سن یکی دو تا شوخی میکردن درباره این که چرا به این آدما نامزد نکردیم. امیدوارم به جایی برسیم که در سالهای آینده به جای اینکه اسکار جوک بگه و لطیفه بگه اون روی سن درباره آدمایی که بهشون نامزد دادن، واقعا دعوتشون بکنن که بیان اون بالا. اگه کار نکردن ما یک اسکار به انتخاب حسین شریف را میدازیم. فهرست جوایز و برندگان اسکار 2020 طولانی ان. قبل از پایان برنامه فرصت داریم درباره اسکار بهترین فیلم مستند هم صحبت کنیم. نامزدهای اسکار بهترین فیلم مستند اینها بودند: کارخانه آمریکایی، غار، پرتگاه دموکراسی، برای سما و سرزمین عصب. در آخر اسکار بهترین مستند رو کارخانه آمریکایی رو بود. There have been 11 complaints filed. Some workers claim unsafe working conditions and unfair treatment. Doing the same thing over and over again, that wears on your body and your soul. 压力是很大，确实是说白了话，任何人在这个地方。 They told me that they had to be here 2 years, away from their family, no extra pay. I made it their house, they made it my home.
We've just bonded. I'm a riser. 很佩服美国呢，还能上两班岛，不用像我们想象那样子去为了生活失去很多东西。那个曼奎比工会破坏更厉害。Now the whole world is watching. Nothing in America has changed in terms of working people working hard. What changed in America was rich people deciding they wanted to rewrite the rules. To take advantage of people. کارخانه آمریکایی اولین فیلم به تهیه کنندگی باراک و میشل اوباما است. داستانش چیه؟ داستان یک کارخونه یه که تعطیل شده در آمریکا، فکر کنم اگه شما کنم جنرال موتورز صاحبش بود که تعطیل میشه و بعد از یه مدتی یک ثروتمند چینی میاد و تصمیم میگیره که یک کارخونه شیشه در حقیقت ساخت شیشه برای ماشین و قطعات و مختلف بسازه و رؤسا چینیان و کارگرها آمریکاییان و تو اول فیلم داستان اینات، یعنی چند سال آدم ها کل هم کارگره چینی و رؤسای چینی و هم کارگره آمریکایی رو دنبال کردن و تو اولش تماشا میکنی و به این فکر میکنی که واقعا اگر هر فیلمساز دیگه نزدیک شده بود به این سوژه میتونست به صورت ایدئولوژیک با قضیه برخورد بکنه و یک زاویه انتخاب بکنه و بره و تو این مدتی همش فکر میکنی شاید این فیلم درباره اتحادیه است، شاید این فیلم درباره دوستی چین و آمریکا است، شاید این فیلم درباره میلیاردر است. جذابیتش و دستاورد بزرگ این سازندگان این فیلم اینه که به هیچ شما این کارو نمیکنن و تا آخر فقط به تو اجازه میدن همه زوایای مختلف اینو ببینی، یه مقدار با کارگرایی، یه مقدار با این ثروتمندایی و خیلی آدمایی که حتی ازشون بدت میاد اوایل، بعد یه لحظه آخر فیلم یه گوشه ای از زندگی اونا رو میبینی و حسابی واقعا شگفت زده میشی. حتما تماشا بکنید. خیلی من یاد کارهای اولیه ارون موریس انداخت، از اون فیلم، از اون مستندایی که واقعا چند سال طول میکشه تا یه دونش پیدا بشه. ممنون حسین. نیم ساعت ویژه اسکار ما همینجا به پایان رسید. فرصت کم بود. خوشحالیم که همراه ما بودید. تا دیدار دوباره، روزگارتون خوش.